سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که امروز برای فال هفتگیتون در خدمتون هستم. این فال هفتگی برای 25 مهر یا تا 1 آبان هست. خب دوستان، قبل از هر چیزی خوش آمد میگم به افرادی که تازه عضو گروه شدن. دوستان خیلی خوش آمدین و همچنین تشکر از کامنتاتون، از لایکاتون. دوستان خیلی ممنون از افرادی که از اول از من با من همراهی کردن و اینکه توجه خاصی به این کانال دارن. اگر که تا حالا عضو این کانال نشدین، لطف کنین اون زنگوله پایین رو فشار بدین تا عضو این کانال بشین و اگر از این کانال خوشتون میاد میتونین با دوستان دیگه این کانال رو تقسیم کنین، معرفی کنین تا اون هم عضو این کانال بشن و به این صورت بتونین از این کانال که کانال خودتون هستش حمایت کنین. دوستان اون فال ها کلی و جنرال هستن، مربوط به همه هست. ممکنه قسمتی از این فال ها به شما بخوره، ممکنه که همش یا هیچی و روز دیگه و فال دیگه مال شما باشه. از فال فاصله بگیم، اون به عنوان یک تفریح استفاده کنیم. و مسئله دیگه ای که هستش، متاسفانه دوستان من نمیتونم پاسخگوی همه تقاضاها باشم، پس تا اون جایی که امکان داره برام مسائل رو سعی میکنم به طبق تقریبا، نه اینکه میل همه باشه، چون به هر حال هر انسانی دافعه داره، جاذبه داره، یه سری خوشش میاد یه سری بدش میاد، اینجوری نشون بدم اون کار کنم. به هر حال من اونجوری که میتونم و از دستم برمیاد فال ها رو بر شما ضبط میکنم. خب بریم سراغ فال امروز ما. انرژی هفتگی ما چه انرژی امروز با دوستان همراهی میکنه؟ ستون اول انرژی احساسیمون هست، ستون دوم انرژی کاری مالی هست و ستون سوم انرژی هستش که با ما برای زندگی اجتماعیمون با ما همراهی میکنه. من سعی میکنم کارت ها رو نشونتون بدم ولی متاسفانه وقت خیلی میگذرد. در ضمن اینکه در آخر برای هر ماه من چند تا کارت میکشم و ساعت و زمانش رو پایین ویدیو وقتی نگاه کنین، اون دسکریپشن رو نگاه کنین، براتون گذاشتم. خیلی خوب، بریم سراغ فال زندگی احساسی دوستان ما. ببینید پیامبر زمین افتاده. ببینید پیامبر زمین داره به ما ندای رو اینو میده که ما در زندگی احساسیمون یا اینکه صبر کردیم یا مسائل در حال ایست هستن، هیچ چیزی جلو نمیره، اون چیزی که ما دوست داریم نیستش، با این صبر کردیم و صبر میکنیم. مثلا این پیامبر زمین همیشه برای من کارت لاک پشت هست، مسائل به صورت لاک پشتی دارن جلو میرن، اونجوری که من دلم بخواد نیست. در مورد زندگی احساسی من ببینید 10 آب افتاده. ببینید اون چیزی که من دوست دارم، آرامش، خوشحالی، خوشبختی توی زندگی کاریم هستش. این کار داره به ندای اینو به ما میده که ما درسی که گرفتیم این هستش که اون چیزی رو که بده رو دور میندازم، اون چیزی که خوبه رو نگه میدارم. پس این هفته کاری ما سرشار از آرامش، خوشبختی، موفقیت و اینکه من کارم رو دوست دارم، اتفاقای خوبی برام میفته. خب در مورد زندگی اجتماعی، در مورد زندگی اجتماعی ما 6 هوا افتاده. نگاه کنیم کارت 6 هوا، کشتی هستش که یک طرفش آبای متلاطم و طرف دیگرش آبهای آرام هستن. خب پس ما در مورد زندگی اجتماعیمون، حالا افرادی هستن که یا دارن مهاجرت میکنن یا اینکه مکان زندگیشون رو عوض میکنن یا اینکه یک سری از افرادی که باهاش بودن رو دارن ترک میکنن، یک گروهی رو دارن ترک میکنن، یک سری از افراد رو دارن ترک میکنن که ممکنه که اینها احتیاج به این مسئله داشته باشن، چون اونجایی که هستن حالشون خوب نیست، بهشون خوش نمیگذره، مجبورن چیزی رو ترک کنن، مجبورن که صفحه ای از گذشتهشون رو چکار کنن، ببندن دفتری از گذشتهشون رو ببندن. خب بریم ببینیم انرژی ها دیگه، کارت های دیگه چه توضیحی به همون میدن. ببین در زندگی احساسیمون برامون ماه افتاده. ماه یعنی که ببینیم مسائل جلو نمیرن، در حال با قولم استاندبای هستن، پس من چک و تردید دارم به وجود میاد، من نمیدونم، شب هستش، همه چیز پنهان هستش، یه چیزایی رو حس میکنم که از من پنهان هستش و جز این که خودم توی خودم باشم کار دیگه ندارم.
پس من شک دارم توی زندگی احساسیم. نمیدونم دارم چه میگذرد. چه نقشه اون پشت هست. خب. در مورد زندگی کاریمون و مالی دارم براتون میبینم که خورشید براتون افتاده. من میدرخشم. خوشحال هستم. موفق هستم. شما در زندگی کاری و مالیتون این هفته میدرخشید. خوشحال و خوشبخت هستید. لذت میبرین. ببینید گرما داره. لذت میبرم از کاری که دارم. خیلی خوب. زندگی کاری شما این هفته بسیار خوب و عالی خواهد بود. و این زندگی اجتماعی. به زندگی اجتماعیمون کسی هستش که داره تصمیمی رو میگیره برای یک شروع دیگه دوباره و همه هم در جریان هستن. ببینید این زندگی اجتماعی که افتاده، ببینید افراد زیادی هستن و این فرشته هستش که داره شیپور میزنه مرده ها رو زنده کنه. خب پس من دارم تصمیمی میگیرم برای زندگیم، برای یک شاید شروع دوباره. شاید افرادی هستن که واقعا اونجوری که گفتم بهتون دارن از جایی به جای دیگه میرن، مکانی رو دارن عوض میکنن، شرایطی رو دارن تغییر میدن. توضیحات بعدی رو با کارتای بدون میدم. در زندگی احساسیمون قانون افتاده. ببینیم قانون. حالا یک سری از افراد هستن که منتظر این هستن که مسائلی براشون روشن بشه که تعادلی وارد زندگیشون بشه. خب این یک معنی این کارت هستش. معنی دیگرش هستش که افرادی هستن که منتظر مسائل قانونی هستن. میخوان مسئله رو رسمی کنن. یا ازدواج هستش یا جدایی هستش. حالا بعدا ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگن. در مورد مسئله احساسیمون، در مورد مسئله کاریمون برامون فاصله افتاده. ببینید یک کشتی، جالب اینجاست که اینجا یک کشتی هست و اینجا هم یک کشتی براتون تو زندگی اجتماعیتون افتاده. خب ببینید فاصله افتاده. فاصله داره بهمون چی میگه؟ میگه که حالا ممکنه که کاری که من دارم انجام میدم، ممکنه که از اون کاری که قبلا میکردم خیلی ازش متفاوت تر بوده. این یک مسئله هستش. مسئله دوم این هستش که کار من از مکانی که زندگی میکنم فاصلهش زیاد هستش. این دوتا هستش. و این که سوم این هستش که من از مسائلی که شاید توی زندگی کاریم خوشنودم نمی کرده یه مقدار فاصله گرفتم. زندگی کاریمو دیگه الان به یه سبک دیگه دارم می بینم. افرادی هم هستن که ممکنه که توی این هفته جا به جایی و مأموریت های کاری داشته باشن. برای کارشون باید مسافتی رو برن. خب ببینیم زندگی اجتماعیمون چه میگذره. ببینیم زندگی اجتماعیمون سلامتیمون افتاده. ببینیم زندگی اجتماعیمون مسئله ای هستش. من دارم جایی رو ترک میکنم، اشخاصی رو ترک میکنم، تصمیمی رو میگیرم که این مسئله به خاطر که زندگی اجتماعی من سلامتی من رو تحت شعاع قرار داده. حالم اون جایی که هستم، افرادی که هستم خوب نمیکنم. زندگی احساسیمون دیگه چی بهمون میگه؟ ببینیم اشخاصی هستن که مدتی هستش که دارن از خودشون دفاع میکنن توی زندگی احساسشون. حالا یا برای اینکه این تعادل توی زندگیمون داره به وجود بیاد. این تعادل ممکنه که برای رسمی شدن مسئله ازدواج یا اینکه طلاق. من دارم از خودم دفاع میکنم. زمانی گذشته. ببینید این شخص وقتی که این کارت بالا داره به ما این پیامو میده. من خودم رو در حبابی گذاشتم و استقامت میکنم. در زندگی کاری ببین کاملا کارتی که مربوط به زندگی کاری هست افتاده. ببین مشارکت افتاده. من در زندگی کاری مشارکت دارم با افراد دیگه و یا اینکه کاری که دارم میکنم کار گروهی و اکیپی هستش و من میتونم خودم رو در این هفته با این افراد وقف بدم. میتونم این کار گروهی مستلزم این هستش که من بتونم یه وقتای خودم رو اون کنار بذارم، دیگران حرف بزنم و اونجایی که باید من میتونم خودم رو وارد صحنه کنم و نشون بدم که من چه استعدادهایی دارم. منو ببینم. خب در مورد زندگی اجتماعیمون ببینم. من دوست دارم قدرتم رو به دست بگیرم. دو بار برای شما کارت شروع دوباره افتاده. این کارت یکیش هستش. کارت قبلی که اینجا بودم یکی هستش. دوست دارم که دو مرتبه زندگی اجتماعی تازه جدیدی شاید شروع کنم. نوپایی شروع کنم. خب ببینم
زندگی ببینید، زندگی احساسی شما شبیه به چه چیزی هستش؟ الان حال و حوصله‌ام سر رفته، هیچ چیزی تکون نمیخوره. اینو ببینید، اون بالا هم به ما هشدار داده، هیچ چیز تکون نمیخوره و من واقعا خسته شدم، دوست دارم یک دست دقیقه بیاد همه چیزو تکون بده بره. یکی دلم میخواد یک لگد بزنم توی همه چیز و مسائل اونجوری که من دوست دارم جلو بره. خسته شدم. در مورد زندگی کاری و اجتماعیمون، برای من شاکرای قلب افتاده. کار من حال منو داره خوب میکنه. کار من اون چیزی هستش که من میخواستم. این هفته واقعا زندگی ستون زندگی کاری واقعا خوب و عالی افتاده تا الان. حالا ببینیم بقیه چی میشه. خب در زندگی اجتماعیمون من دارم میبینم که افرادی هستن که جنگ و دعوا دارن. حالا این جنگ و دعوا با اطرافیانشون بوده یا اینکه این جنگ و دعواییه که در درون من هست. چه کنم نه چه نکنم، برم نرم. ببینید به هر حال افرادی هستن که ناامید هستن از اون زندگی اجتماعی که داشتن یا با افرادی که داشتن رابطه داشتن. خب در مورد زندگی احساسیمون ببینید، اگر که مسئله قانونی ما اینجا دیدیم، ببینید شخصی هست، اشخاصی هستن که نمیخوان چیزی رو از دست بدن، نمیخوان مسئله مالی اگر باشه نمیخوان یک مسئله مالی رو از دست بدن یا اینکه نمیخوان خیلی تکون بخورن. یکی از این دو طرف نمیخواد خیلی تکون بخوره توی این مسئله، یا اینکه من نمیخوام اون امنیتی رو که دارم از دست بدم. جام خوبه، امنه، پس تکون نمیخورم، هرچه باد و باد. در مورد زندگی کاریتون ببینیم، میگه شما صبر کردین و الان موقعی رسیدین که دارین چیکار میکنین، محصولاتتون رو نگاه میکنین. من صبر کردم، تلاش و زحمت کشتم و الان دارم آماری از زندگی کاری میگیرم. در مورد زندگی اجتماعیتون شک و تردید افتاده. ببینید اونجایی که گویتون گفتم شما درگیری ممکنه داشته باشین با اشخاصی، این کار داره به شما ندای اینو میده. خب این درگیری رو باعث شده که من در درون خودم برم. من در مورد خیلی از افراد نظرم تغییر کرده، شک دارم، سعی میکنم که به حرف دلم گوش بدم. من دلم من چی میگه به من؟ واقعیت به اون حسش شما، به غریزه درونیم بیشتر توجه کنم. نمیدونم، یه سری از مسائل برای من مبهم هستن. خب در مورد زندگی کاریمون، ببخشید زندگی احساسیمون، در مورد زندگی احساسیمون تلنگری میخوره. ببین مسئله رو ما متوجه میشیم، این مسئله باعث میشه که من راه حلی پیدا کنم، پس یک تلنگری به شخصی میخوره توی این رابطه احساسی، یا اینکه یه مسئله رو من متوجه میشم که یک مرتبه میخوام همه چیزو چیکار کنم، همه چیزو جلو ببرم و یک راه حل، یعنی یک راه حل جلوی پای ما گذاشته خواهد شد. خب ببینیم در مورد زندگی کاریمون و مالی، ببینید بنبست. من فکر نمی کنم شما به بنبستی برسید. به نظر من این هستش که شما اینجا کارت داره به ما میگه که شما صبر کردید. ممکنه اشخاصی بودن که مدت زمانی بوده که در بنبست بودن و حالا این الان که حالشون خوب خواهد شد، این هفته که این از این بنبست در اومدن. خب یا این که داره بهتون میگه که شما صبر کردین، تلاش کردین، ولی مواظب یک سری از مسائل باشین که سرابی برای شما وجود نداشته باشه. مسائل هر چی هست، هر کس هر چی گفت، اونو چیز باور نکنین. خب ببینیم در مورد مسائل اجتماعیتون، عشق اومده توی مسائل اجتماعیتون. ببینید شما یاد گرفتید، ببینید اگر که این کارتی بودش که در مورد مسئله احساسیتون بود فرق میکرد. این حتی در مورد مسئله اجتماعیتون بگم عشق، میگفتم خب این مسئله اجتماعیتون به مسئله احساسیتون بستگی داره، ولی این ستون مسئله احساسیتون یه مقدار داغونه. خب پس بنابراین من میگم که شما تصمیم میگیرین که اشخاصی رو که ممکنه باهاشون بحث و جدلی داشته باشین و باهاشون موافقتی ندارین روی یک سری از مسائل، که تصمیم گرفتین جایی رو ترک کنین، مکانی رو ترک کنین، ببینید میبخشین این افرادو، سعی میکنین به هر حال از خودتون بگذرین یک مقدار و بخشش داشته باشین. خب ببین در مورد زندگی
احساسیمون رو چی بمون کرد. ببین زندگی احساسیمون در اون پرنده افتاده. پرنده میگه که شما مشکلاتی دارین، مشکلات کوچیکی در مورد زندگی احساسیتون هستش که گذرا هستن، زود میگذرن. زندگی کاریمون برامون خوشحالی و خوشبختی اومده. ببین زندگی کاری شما این ستون واقعا عالی بود، خیلی خوب عالی بود این ستون زندگی کاریتون. ببینید براتون فراوانی، خوشحالی، خوشبختی، چیزی که در زمان طول میکشه، یعنی باقی میماند. خب در مورد زندگی اجتماعیتون براتون شادی افتاده، یعنی شما این آبهای متلاطم رو پشت سر میذارید. اگر باید جابجایی داشته باشی، باید اشخاص تکلیف ببین، آخر سر هر تصمیمی که برای زندگیتون و اجتماعیتون بگیرین برای شما اون مسئله شادی و خوشحالی میاره. خب دوستان، من این کارت ها رو جمع میکنم و میرم سراغ کارت ها، میرم سراغ هر برجی ببینم که چه انرژی با ما همراهی میکنه برای هر برج. سلام به دوستان فروردینی، 21 مارس تا 20 آوریل. میخوام ببینیم چه انرژی این هفته با شما همراهی میکنه. انرژی که با دوستان هم فروردین همراهی میکنه ایست هستش. مسئله توی زندگیتون هستش که متوقف شده، یا اینکه شما روی یک مسئله که ذهن شما درگیر کرده فکر داری میکنی. عجله‌ای ندارم، من از تجربیات گذشته دارم چیکار میکنم، استفاده میکنم برای جلو رفتن. اون دوستان فروردین، کارت بعدی چه به توضیحی بهمون در این مورد میده؟ پس دوستان فروردین این هفته محتاط هستن و اینکه ببینید درگیری که من در ذهن خودم دارم. ببین یک مسئله، روی یک مسئله ممکنه خودم با خودم موافق نباشم، ممکنه که یک سری از افراد بمیگن این کارو کن، یک سری میگن اون کارو کن، و حتی خودم روی یک سری از مسائل با خودم موافق نیستم، نمیدونم چه کار کنم. پس بنابراین یک استاپ میکنم که اینکه فکر و ذهن من آماده دادن یک جواب برام باشه. خب ببینیم که کارت بعدی رو بهمون چی میگن. در رو خودمون رو میبندیم. یه مقدار این هفته هفته هستش که خودمون رو یه مقدار از دیگران میبریم، از مردم، از جامعه، به خاطر اینکه احتیاج به فکر کردن داریم. روی یک مسئله احتیاج به فکر کردن داریم. کارت بعدی ما چه بهمون میگه؟ کارت ببین صحبت کردن. این در مورد یک مکالمه است. ببینید دوستان فروردین، ممکنه که شما مشکل مکالمه با افرادی داشته باشید. یک سری از افراد یا شخص احساسی یا کاری یا هر چی که هستش، باید روی این مسئله کار کنیم. به خاطر این مسئله که شاید منتظر پیغامی هستید به دستتون نمیرسه، بنابراین چیکار کردین؟ در رو خودتون میبندین، درگیری فکری براتون ایجاد شده، ایستی توی کاراتون ایجاد شده و در مورد اون دارین فکر میکنه. این کارت ها رو جمع کنم و بریم سراغ دوستان اردیبهشتی. دوستان اردیبهشتی از 20 آوریل تا 20 می ببینیم چه انرژی با شما همراهی میکنه. پاپ هستش، تعهد هستش. دوستان اردیبهشتی، شما این هفته دارین به سمت یک تعهد میرین. راهی که دارین میرین به هر حال راه مبارکی هستش. حالا تعهد میتونه باشه، مسئله کاری میتونه باشه، هر کاری که اقدام کردین، مسئله احساسی، تعهد افتاده. یک مسئله خیلی خوب و مبارک هستش واسه تو. ببینید.
که برای دوستان اردیبهشت ماهی افتاده ببینید، میگه که شما دیگه به آخر یک مسئله مشکل رسیدید، استقامت کردیم و باید استقامت کنیم، ولو اینکه خسته شما هستید. پس براتون کارت استقامت افتاده، پشت کار باید داشته باشید، چون دارین دیگه کم کم به اون نتیجه که دوست دارین دارین میرسید. کارت بعدی ببینیم برای دوستان اردیبهشت چه کارتی افتاده. بعدی کارتی هستش که شما این داره تاکید میکنه برای شما، یا اینکه منتظر تصمیمی هستین، این تصمیم به دستتون خواهد رسید، دادگاه باشه یا تصمیم اداری باشه، هر چیزی که هستش به دستتون خواهد رسید، یا تصمیم شخصی باشه، و اینکه داره تاکید میکنه که شما دیگه دارین به آخر یک مسئله‌ای که خیلی وقت ممکنه که منتظرش بودین دارین میرسید. خب ببینید که در مورد کارت آخرمون و براتون خورشید و موفقیت افتاده. ببینید کاملا موفقیت، شانس و روشنایی براتون افتاده. خب این برای دوستان اردیبهشتیمون بود. میریم سراغ دوستان خردادیمون که از 21 می تا 21 جون هستن. سلام دوستان خردادی، ببینیم که این هفته چه انرژی با شما همراهی میکنه. انرژی که با شما همراهی میکنه ما شک و تردید هستش، یا اینکه من سعی میکنم به اون حس ششم خودم اعتماد کنم، چون مسائل رو نمیبینم و نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. خب این کارت بعدی ببینیم چی میگم. این کارت نه زمین براتون افتاده. نه زمین براتون موفقیت مالی افتاده، استقلال مالی افتاده. شاید روی یک مسئله مالی هستش که شما دچار شک و تردید هستید. موفقیت مالی که من به لطف خودم به دست آوردم، و اینکه مسئله‌ای هستش داره اتفاق برای شما میفته. ممکنه که یه مسئله برای شما باشه، این هفته مسئله تکان دهنده باشه، ممکنه این مسئله در مورد مسائل مالی باشه. حالا ببینیم کارت بعدی بهمون چه اتفاق میفته. یک مسئله هستش که اجتناب ناپذیر هست، چه بخواین چه نخواین داره اتفاق میفته. یک خبر ممکنه که ناگهانی بهتون برسه. خب و اینکه احتیاج به استراحت داره. دوستان خردادی احتیاج به استراحت داریم. ببینین شما پس این هفته ممکنه که شک و تردید داشته باشین به خاطر که خبری بهتون داره میرسه، نه اینکه احتیاج به استراحت داشته باشین، احتیاج به تفکر دارین روی خبری که داره به دستتون میرسه. خب و اینکه از نظر مالی براتون مسائل خوب و خوش دارم میبینم. خب ببینیم دوستان، متاسفانه من باید این کارتا رو سریع فقط یک انرژی کلی برای هر برج میزنم، و اینکه منو ببخشید، مجبورم که وگرنه فال خیلی خیلی طولانی خواهد شد. سلام به دوستان تیر، دوستانی هستن که از 21 جون تا 23 جولای تاریخ تولدشون، ببینیم چه اتفاق برامون میفته. براتون امپراتور افتاده. امپراتور یعنی که این هفته شما هفته‌ای هستش که به خودتون اعتماد به نفس دارین، و اینکه اگر که مسائلی بوده که باید اجرا می‌کردین، این هفته چیکار می‌کنین به اجرا می‌ذارین. پس اعتماد به نفس خیلی خوبی دوستان تیر ماهی دارید. هفت زمین افتاده. کارت هفت زمین شما رو دعوت به صبر میکنه. شما کارها رو انجام دادی، الان موقعی هستش که باید صبر کنی. مسئله ای که زمان برده،
و زمان می‌بره. خب. کارت بعدی میگه که یک پیشرفت داری شما. پیشرفتی که پله به پله است. این کارت شما رو به صبر دعوت کرده و این کارت هم به همین صورت میگه پیشرفتی وجود خواهد داشت و پیشرفتی نیست که شما یک مرتبه چیکار کنیم بدوین بریم بالا. پله پله پیشرفت سراغ شما خواهد آمد. و اینکه بهتون داره میگه که شما داریم به سمت یک انتخاب میریم و یک تصمیمی رو برای این هفته ممکنه بگیریم. پیشرفتی داریم میکنیم. مسائل داره پیش میره، جلو میره کم کم و اینکه شما ممکنه که بر سر چند راهی بمونیم. چون مسائل شاید اونجوری که شما دلتون بخواد جلو نمیره. خب. بریم سراغ دوستان برج مرداد از 24 جولای تا 23 آگوست. سلام دوستان مرداد ماهی، ببینیم با هم دیگه چه انرژی با شما همراهی میکنه. انرژی که با شما همراهی میکنه ستاره هست. ستاره یعنی به حاجت رسیدن. خیلی وقت شما منتظر مسئله ممکنه بودین و اینکه امید دارین که این مسئله درست بشه و ستاره کارت کلن به حاجت رسیدن هست، ولی به حاجت رسیدن این که زمان میبرد. خب. کارت برای شما کارت صبر افتاده، هفته زمین. کارت هفته زمین داره به ما رو دعوت به صبر میکنه، دقیقا مثل دوستان تیر ماهی. خب. پس مسئله هستش که شما زمانی هستش، این دوتا کارت خیلی شبیه هم هستن، مسئله کاری هستش که شما ممکنه که انجام دادیم و الان در حال حاضر منتظر نتیجهش هستیم. به تو میگه این کار انجام میشه، تو حالا که این حرف رو داره میزنه ولی زمان میبره، یا اینکه زمان برده و الان شما داری نتیجهش میگیره و به خاطر این مسئله خودتون نگاه کنید، در دنیا رو خودتون میبندین دوستان شما این هفته، به خاطری که اونجوری که باید نتیجه رو نمیبینیم. با اینکه این کارتو دارم به شما میگم این مسئله انجام میشه، ولی شما در رو خودتون در دنیا رو خودتون میبندید، یه مقدار ناراحتی. و کارت این هستش که موفقیت براتون افتاده. پس در آخر هفته موفقیت دارین روی این مسئله که نیت شما هستش، برای شما موفقیت افتاده. پس خود در رو خودتون نبندید، خودتون رو ناراحت نکنید. براتون موفقیت افتاده، مسائل روشن میشن و اون جوری که شما خودتون دلتون بخواد مسائل چی میشه جلو میره. خب. بریم سراغ دوستان شهریوری از 24 آگوست تا 23 سپتامبر. سلام دوستان شهریور. ببینید چه انرژی با شما همراهی میکنه. انرژی که با شما همراهی میکنه، ببینید چرخ اقبال هستش. پس این هفته مسائل اونجوری که باید و شاید داره برای شما پیش میره و خوشحال خواهید شد. شانس داره سراغتون میاد این هفته. زمین براتون افتاده. سه زمین منظورش مشارکت هستش، کار گروهی هستش. ممکنه که شما میخواین در مورد کاری، در مورد مسئله اداری چیزی شما براتون موفقیت افتاده. خب بریم ببینیم کارت بعدی ببینیم چی میگن. پیشرفت افتاده براتون، پیشرفتی که زمان میبره، زمان میبره و اینکه پله پله داریم اون راه ترقی رو میریم بالا، یک مرتبه نمیبریم، بریم بالا. و میگه مسائل دارن جلو میرن ولی شما نمیدونید
یعنی آشک نتیجه آشکار نیست در حال حاضر، ولی شما خودتون میدونین، حس ششمتون داره به شما این مسئله رو میگه که شما مسائل در حال پیشرفت هستن. خب بریم سراغ دوستان مهرماهی عزیز از 24 سپتامبر تا 23 اکتبر. بریم چه انرژی با دوستان مهرماهی. سلام دوستان مهرماهی، ببینیم چه انرژی با شما این هفته همراهی میکنه. خب انرژی که بر شما افتاد، انرژی پاپ براتون افتاد، تعهد و اینکه راهی که شما درش هستین راه خوب و مبارکی هستش. جالب اینجاست برای من که کارت ها خیلی شبیه به هم دارن میفتن. خب ببینیم کارت بعدی چی بهم میگه. کارت شاه، ببینین آب براتون افتاده. این کارت هستش، ببینیش ممکنه که افراد عزیز مهرماهی این هفته به سمت یک مسئله تعهد برن. حالا ازدواج میتونه باشه، مسئله کاری میتونه باشه، ولی چون شاه آب افتاده به سمت شاید مرد احساسیشون، باهاش دارن تعهدی میدن، یا اگر شما آقا هستین، شما آقا مرد دل، تعهدی خواهیم داشت، تعهد احساسی به شخصی ممکنه که یک سری از افراد داشته باشن. خب برگشت، ببین مسئله از گذشته داره سراغتون میاد، ممکنه که مسئله احساسی که از گذشتهتون هستش داره سراغتون میاد. برای این بر دوستان مهرماهی کارت مسئله احساسیتون هفته آینده براتون مسئله خیلی مهمی خواهد. خب ببینیم چه کارتی هستش براتون. درگیری فکری افتاده. ببین درگیری فکری ممکنه شخصی که در از گذشتهتون داره میاد، برای اینکه بهش علاقه داشته باشین، برای به سمت تعهد داره میره، ولی با هم ممکنه که درگیری وجود داشته باشه. حالا درگیری ممکنه خودم با خودم داشته باشم روی یک سری از مسائل، یا با طرف احساسیم، یا با دیگران داشته باشم. خب ببینیم دوستان آبان ماهی، سلام دوستان آبان ماهی، به این زودی تولدتون هست و دوستانی که از متولد 24 اکتبر تا 22 نوامبر هستن. ببینیم چه اتفاقی در این دوستان داره میفته. دوستان آبان ماهی ممکنه که این هفته یک مسئله سراغ شما بیاد که مسئله باشه که یک باره و ناگهانی سراغتون بیاد. خبری باشه، ممکنه خبری باشه تکان دهنده. حالا ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگه. یک چیزی که منتظرش نیستیم، یا اینکه عاشق بشیم. من خب براتون ده آتش افتاده. نگاه کنه این کارت ده آتش، ببین دیگه یک خستگی هستش، یک مسئله هستش که داریم خرابش میکنیم، یعنی که سری داره خراب میشه. خسته شدیم، بارمون زیاده، حالمون بده، دلمون میخواد این بار زیاده چکار کنیم، زمین بزنیم دیگه، الان موقعش رسیده. ببین دوستان آبان ماهی به آخر یک دوره سخت داریم میرسیم این هفته، پس آخر یک دوره سخت برای شما دوستان آبان ماهی هستش. خب این دوره سخت زمانی بوده شروع شده بوده، این عدد ده باید از یک تا ده بشماریم تا بهش برسیم. ببینید داره تاکید میکنه برای شما این هفته اگر مسئله دادگاهی دارین آخر اون راه میرسین، اگر مسئله به هر حال هر مسئله که هستش منتظر هستین، داره بهتون تاکید میکنه که دیگه این هفته آخر یه سری از مسائل هستش که تو زندگیتون هستش که خستتون میکرده، افسردتون کرده، و به خاطر همین هستش که حال شما ممکنه خوب نباشه. خب
و اینکه احساس میکنین که واقعا احساس بدی دارین. ببینین احساس بدی دارین، فکر میکنین که چیزی رو از دست دادین. مثلا خبر خوبی که توی این فایل شما هستش این هستش که شما هفته آینده هفته هستش که یک مسئله رو شما کنار میذارین، تموم میشه و اینکه این بار شما بارتون رو زمین میذارین. خب میریم سراغ دوستان آذر ماهی از 23 نوامبر تا 20 دسامبر. سلام دوستان آذر ماهی، ببینیم چه انرژی با شما همراهی میکنه. انرژی که با شما همراهی میکنه، آقای پاپ همه جا نشسته دید. خب انرژی که با شما همراهی میکنه انرژی پاپ هستش، تعهد هستش، راهی که داریم میریم راه خوب. و چقدر این آقای پاپ این باب تا الان برای خیلی از برجا افتاده تعهد، یک سری از افراد اصلا دارن تعهد میرن، راهی که میرن راه خوب و پاکی هستش، راه مبارکی هستش، دارن به یک مسئله ژرفا میدن یا تعهد احساسی هم میتونن بدید. خب کارتی که برای شما افتاده، ببینید دارین تصمیمی میگیرین، تصمیم میگیرین، مسائل برای شما روشن هست، شما کاراتون رو انجام دادین، فکراتون رو کردین، تصمیمی دارین میگیرین که راهی رو برین، نه اینکه راه چه، یعنی که یک شروعی داشته باشین، شروع تمیز روشن. مسائل دیگه قبل و بعد از این مسئله فرق میکنه، مسائل برای شما خیلی روشن افتاده است در مورد این تعهد. در مورد خارج افتاده، حالا خارج بین المللی یک مسئله هستش، حالا ممکنه واقعا خارج باشه یا در مورد افرادی باشه، اشخاصی باشه که ما خیلی شناختی در موردشون نداشتیم یا اینکه مسئله هستش که ما شناخت آنچنانی در موردش نداریم. یادی که در مورد یک آره دیگه میتونه بریم تحت شخصی بیاد سر راه قرار بگیره که نمیشناسیمش مثلا. خب براتون میگه که شما در سکوت دارین زجر میکشین، عدد 9 افتاده، یعنی دارین به آخر یک زجر میرسیم، به خاطر همین دارین یک تصمیم میگیریم. تصمیم میگیریم، ببین ناشناس که اومده منظورش این هستش تصمیمی دارن میگیرن و یک چیزی دارن میبرن و به سمت یک چیزی مسئله ناشناس دارن میبرن. این خارج وقتی اومده خارج از این مسئله که من نمیشناسم، کسی که من نمیشناسمش، موضوعی که من نمیشناسمش، به خاطری که دارم در درون خودم زجر میکشم. خب ممکنه در مورد یک تعهد باشه، خب ممکنه اشخاصی باشن که در مورد تعهدی دارن زجر میکشن. خب ببینیم افراد دیماهی، سلام به دوستان دیماهی، ببینیم که امروز چه انرژی با شما داره همراهی میکنه عزیزان. افراد دیماهی از 21 دسامبر تا 20 ژانویه، ببینیم چه انرژی با شما داره همراهی میکنه. همش پاپ افتاد، جالبه برای من. بازم پاپ، بازم در مورد یک تعهد میگه، مثل که افرادی که کارانو نگاه میکنن خیلی به یک تعهد فکر میکنن، این تعهد ممکن تعهد احساسی باشه، کاری رو من کمتر میگم، یک مسئله هستش، مسئله بیشتر معنوی و احساسی و کارتی که برای شما اومده به تفاهم رسیدن. در مورد یک تعهدی، در مورد یک مسئله شما به تفاهم میرسید. اون چیزی که من میخوام نه، اون چیزی که تو میخوای نه، پس یه چیز میانه باشه. خب بریم کارت دیگرمون ببینیم چی میگن. شاه هوا افتاده براتون، ببینید یک مسئله هستش، ممکنه مسئله قانونی باشه، ممکنه که شما کارتون با یک
اداره سازمانی باشه، در مورد اون باید آقایی تصمیم بگیره یا این اداره سازمان تصمیم بگیره و به تفاهمی میرسیم که این دو تا کاسای ترازو مساوی باشه، یا اینکه با مردی که باهاش نسبت بخوای باش تعهد داشته باشیم که مردی هستش که ممکنه که همه چیزو به شما واقعیت رو نگه، چیزایی از شما پنهان کنه و ممکنه که مردی باشه که در حال حاضر رابطه باهاش همچنان رابطه که شما دلتون بخواد نیستش و شما دارید به این تعهد با این شخص و اینکه به یک تفاهم رسیدن با این شخص فکر کنید. اگر اداره سازمانی هستش، اون اداره سازمان به تفاهمی باهاشون خواهی رسید و این شاکرای ببینید تاجی براتون افتاده، میگه که از خودگذشتگی یا دارین در مورد مسئله بخاطر این تفاهم دارین از خودتون میگذرین، یا اینکه باید بهتون میگه که یک مسئله روی یک مسئله باید چیکار کنین، فکر کنین درست و عمیق فکر کنین. مسئله هستش که در مربوط اخلاقیات هم میتونیم بهش بگیم در مورد شاکرای تاجی. خب ببینیم که حالا دوستان بهمن ماهی عزیزمون چه اتفاقاتی براشون میفته؟ سلام دوستان بهمن ماهی، از 21 ژانویه تا 19 فوریه متولدین این دوره، میخوایم ببینیم چه اتفاقاتی براشون خواهد افتاد. اپ آقای خواب بکش بایده اینکه برایشون تغییر و تحولی افتاده، که تغییر و تحولی که ممکنه که دردناک بوده برایشون، ممکنه افرادی هستن که دارن از یک عزا در میان. خب بریم ببینیم که چیزی رو باید بکشن یا بکشتن. براتون ده زمین افتاده، از یک مسئله سختی داریم بیرون میایی و وارد یک دوره کاملا مستحکم و با فراوانی میشین. زندگی مالیتون، زندگی خانوادگیتون، زندگی کاملا مستحکمی خواهد شد. این افرادی هستن که شرایط سختی رو پشت سر گذاشتن. براتون پیروزی افتاده دوستان بهمن ماهی، بسیار زیبا. پس پیروزی داریم و کارت آخر براتون کارت در مورد به حاجت رسیدن. دوستان شما به حاجتتون میرسید، اگر که مسئله مد نظرتون هستش نرفته به حاجتتون میرسید. و آخرین اشخاص متولدین اسفند، سلام دوستان اسفند ماهی، با هم دیگه ببینیم چه انرژی با شما این هفته همراهی میکنه. ببینید براتون انتخاب افتاده، مسئله احساسی شما ممکنه که این هفته براتون مهم باشه آقایون و خانم های اسفند ماهی. ببینید دو مرتبه انرژی دیگه ببینید چی میگم. زمین برامون افتاده در مورد همکاری و مشارکت. پس ممکنه که ما انتخاب با تصمیم بگیریم در مورد اینکه با کی میخوایم کار کنیم، با کی میخوایم مشارکتی داشته باشیم.
عشق براتون افتاده، همجور که گفتم. پس این کارت میشه بگیم که مکالمه با شخص احساسیمون هم سه زمین میتونیم بهش بگیم. مکالمه خوبی با شخص احساسی میخواییم داد. پس مسئله احساسی شما و تصمیم گیری احساسی که داری میکنید این هفته برای شما خیلی مهم خواهد بود. خب ببینیم که ببینید سفنده عزیز، مسئله احساسیتون، تصمیم میگیری احساسیتون چی هستش؟ میخواییم بمونین یا میخواییم برین؟ ببینید یک سری از افراد هستن دارن یک شرایط سختی رو پشت سر میزنن، شخصی رو دارن رها میکنن و اینکه به قولن صفحه‌ای از گذشتهشون رو دارن میکنن و پاره میکنن. خب دوستان، این فال امروز شما بود. روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار.